گرامیان شما چی هستید برای من و خدا به همدیگه ای گفتید اگه میخواید بدونی یه دست برای خودتون بزنید خدا شد یه دست برای خداوندمون که ما رو تا این کشور آورده و یه دست برای ایران آزاد در خداوند عزیزان امروز هم خوندیم یادتونه همین الان خونده شد پولس چقدر قشنگ میگه میگه شکر به خداوند که شما عزیزان دوست داشتنی و تاجهای سر من هستی تاج فخر سر من هست. انقدر اینقدر ارزش برای خدا برای انسان ها قائله و میخواد ما برای هم اینقدر ارزش قائل بشیم که شماها برای همدیگه تاج سر باشیم میدونید چقدر عظیمه ولی خب فاصله هست و وقتی که تو دنیا اخبارها و گرفتاری ها رو میشنویم میگیم چقدر فاصله داریم اما یاد اون باشه که خداوند ما خدای عظیم هست خدا رو شکر می کنیم عزیزان خدا واقعا سپاسگزاریم از اینکه خداوند این فرصت رو به ما داد امروز بتونیم در خدمتتون باشیم از کلام خدا امروز این عنوان هست سپاس خداوند خدا را که نجات من شده است عجیب عزیزان پارسال در همین موقع در فصل اکتبر خدا اجازه داد که نمیدونم چرا این برای جشش و گذاری خدا از من خواست که کلام خدا رو بگم درست در رابطه با شگذاری و امسال نیست در همین رابطه دوباره و وقتی گفتم خداوند امسال چی میخوای که من بفهمم خودم اول و بعد بتونم به فرزندان تو به چهاج افتخار سر خودم اعلام بکنم چی هست و امروز خواهید شنید میخوایم اول با هم دعا کنیم و دست خداوند بگذاریم ببینیم که خداوند چه پیامی رو برای ما داره پدر جان خداوند ها هر چقدر سپاس بگیم کمه چون که خداوند تو کاری رو انجام دادی که نه ما میتونیم بفهمیم نه میتونیم متوجه بشیم فقط میدونیم خداوند ها که هر کس در تو هست ابدی است نمیتونیم متوجه بشیم ای خداوند اما التماس داریم که خداوند شوگزاری ما رو بپذیر و خواهش داریم خداوند از طریق این شوگزاری ها اون چیزی رو که تو میخوای ما بفهمیم متوجه بشیم خداوند در ذهنهای ما بکار و ما هم بتونیم خداوند و او رو و این پیام رو به دیگران به دیگرانی که شاید دقیق تو رو نمیشناسن یا اصلا تو رو نمیشناسن ای خداوند برسونیم تا ای خدا و هرچه زودتر پادشاهی تو رو تو قلب ها به خصوص قلب های فارسی زبانان شاهد باشیم خداوند رو گذاریم شو گذاریم برای خداوند همه خادمی از روزی که تو شروع کردی خداوندا و خداوندا زمانی که اومدی روی زمین و خادمینی که الان اینجا هستن مهمانان عزیزان و همه اونهایی که خداوندا بعد به زودی ای خداوند خواهم پیوست ما بتونیم جمعیت عظیمی باشیم که خداوند هیچ کس قادر نباشه بشماره ولی همه ای خداوند قلبشون از محبت تو آکنده شده سپاس ای خداوند منتظر درخشش تو از طریق کلام تو هستم هستیم و میخوایم خداوند را تو رو ببینیم امروز خداوند در این پیام به نام عزیز عیسی مسیح خداوندمون دعا کردم آمین, آمی. خب عزیزم گو هم که گفتیم پارسال ما یه چیز عجیبی که بود خدا اجازه داد که ما بیایم و در مورد همین شوگزاری صحبت بکنیم و اگه باشه گفتیم به همیشه خیلی خوبه که ما شوگذار باشیم نسبت و خیلی خوبه که نگاه کنیم دورور خودمون رو بگیم خدایا این پدر این مادر این دوست این خداوند این خانواده چقدر خوبه چقدر از چند نفر از شما دوست دارید که وقتی یه کار خوبی دارید میکنید یکی ازتون شکار کنه تشکر, تشکر کنه سپاسگزاری کنه چیز بدیه نه پس عزیزان یه لحظه کار اصلا نداشته باشید که بغل دستیتون کاری براتون انجام دادی یا نده فقط با, با, تمامی قدرت چند ثانیه روبروب پشت بغل دست این چپ راست بگید سپاسگزارم برای وجودت بگید به هم دیگه بعضی اینطوری کردم بعد به هم بگید یعنی با چه تو چشم ببینید بعضی به مادرتون بگید بعضی به همسرتون بگید عزیزان بگید سپاسگزارم برای وجودت خدا رو شکر خدا رو شکر عزیزان در در, در های که خداوند داره میاد صحبت میکنه در نام عیسی مسیح قدرت هست شفا هست هنوز ندیدیم امروز میخوام همین یاد بگیم هنوز ندیدیم ولی میگیم خداوند رو سپاسگزارم برای وجودت بعد بعدم بعضی اون سوال میکنیم که چه خواهد شد برای چی شو باشم ما خودمون دوست داریم وقتی که یه نفر برای, برای کسی کاری میکنیم چیکار کنه اون شخص بیاد و شکوزاری کنه بنابراین ما خیلی چیزها داریم برای شکوزاری نه از طبیعتمون بعضی ها من فقط طبیعت رو دوست دارم مادرم دوست دارم پدرم دوست دارم فامیلم دوست دارم بچه هم دوست دارم گردش دوست دارم همه چیزهای خوبی که تو این دنیا آفریده شده عیزان همش قابل ستایش و پرستش و شکوزاری هست و خدا رو شک پارسال اینا رو خیلی زیاد صحبت کردیم و در مورد اینکه در کانادا این جشن چجوری اومد از اون زمانی بود که یه سری اومدن هنوز کانادا کشف نشده بود در سال در سالهای حدود 1579 میلادی و یه سری عزیزان اومدن اینجا اینا ریشه مسیحی داشتن ایمان داشتن و وقتی که اومدن اینجا از سختی های بسیار گذاشتن بسیار بسیار گذاشتن اومدن گفته خب بیایم با همدیگه بشینیم و خداوند رو سپاس بگیم از اینکه این همه ماها رو از سختی گذرونده و این سرزمین رو به ما نشون داده و ولی خب امروز وقتی که نگاه میکنیم می‌بینی بعد از 400 خورده چیش سالی گذشته از این مسئله اصلا زیاد کسی زیاد تو این موضوع ها نیست که واقعا بیان بعضی جاها بعضی کلیساها ها این کار رو دارم خدا رو شک بازم هستند ولی خیلی جاها عوض شده بیشتر رو کدو و نمیدونم یه سری چیزهای خوردنی و یه سری چیزها رفته اصله که ای خداوند ما نجات پیدا کردیم و چه الان باشیم چه نباشیم یه چیز عظیمی تو انجام دادی همه فراموش شده و مسائل مسائلی که بیشتر تو میگم برمیگرده به طبیعت و دو هفته بعدش هم شریع کار خوشو کرده به اسم خنده به اسم چیزهای دیگه میاد برای اینکه کلن این شگذاری رو سپاسگذاری رو حذف بکنه یه جشن علکی درست کرده یه سری سر بیزینس و بازی و فروش و اینا یه سری مسائلی دیگه ببینیم که فقط بعضی هم میگن برای خندت هم دیگر رو بترسونیم بعضی هم از بین برم بعضی هم برن بیمارستان و, و, و خیلی چیزای دیگه پس میبینیم ایزان خداوند کارش رو خیلی خوب انجام داده ولی ماها بعضی وقتا بازیچه خود از هانمون میشیم یکی از سوالهایی که عیزا مطرح هست و اه اه امروز برام شاید باز شه خداوند طریق کلامش باز بکنه اینه که همیشه میگیم که من, من, برای چی باشو گذاری بکنم و که دور و این همه جنگ هست این همه خونریزی هست این همه مریضی هست امدونم شریر و شریرا دارن میتازن تو ذهنای انسانها انسان ها و چقدر نقشا من برای چی باشو گذاری بکنم همین برای همین قضاشو گذارم برای این خونه شاید برای کانادا ولی امروز امیدوارم در نام مقدس عیسی مسیح برام باز بشه که چرا و به چه دلیلی باید شو گذار باشیم خیلی جالبه که یه جای دیگه از کتاب مقدس در کلیسیان باب دو میگه که همونطوری که عیسی مسیح رو پذیرفتید همونطور هم در اون رفتار کنید در اون ریشه بگیرید ساخته بشید آموزش بدا بکنید ایمانتون پا بر جا بشه عیزان برای اینکه ما میدونیم عیزه هم شما هم من همه ای ما میدونیم که چجوری تو این دنیا به وسیله گرفتاریاش که خودمون ایجاد میکنیم دیگران ایجاد میکنن چقدر ضعیف میشیم اولش با قدرت میایم اولش با خیلی احساسات میایم طرف خداوند بعد یواش 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 میریم و داخل همین جمعیت ها, انسان ها یواش یواش زوب میشیم و چقدر مهم ایزان که بتونیم از شکگذاری سرشار بشیم پرشیم باز هم سوال هست بعد شما باید بکنی چجوری میتونم شکگذار باشم پر باشم با این همه گرفتاری‌ها و جالب دوباره در اول تصمیل کنم بازم پولوس داریم یه همیشه شادمان باشی چجوری من میتونم شادمان باشم الان توی این همه گرفتاری‌هایی که در خاورمیانه، در اوکراین، در روسیه، در اریتره، در من چجوری میتونم باشم الان برادر وین که ما پارسال رفتیم کلیساشون در والستن بای به چپل و اون قل در واسه خیلی ها توسه یادتون نمیاد چقدر به ما خوش آمد گفت چقدر پذیرایی کرد روز جمعه رفت پیش خداوند الان فامیلش همه دوستانش باید شگذار باشیم برای شگذار باید, باید باشیم الان یاد میگیریم در هر شرایطی سپاسگزار باشیم چجوری میتونیم در هر شرایطی شوگذار باشیم که میگه این این از اراده خدا در شما در مسیح عیسی اصلا اراده خدا اینه که ما شگذار باشیم عجیب نیست در هر شرایطی اونم در هر حالتی اونم و اگر هم گرفتاری داریم مشکلی داریم خدا میگه این گرفتاری و درخواست تو بدبختی و نگرانی تو با شوگذاری بگو خداوند شگذارم برات انجام بده همینطور که گفتیم ایزان برای زندگیمون سلامتی خانواده فرزندان کار دوستان ما و بعضیامون همون به جایی رسیدیم که حالا میگیم خداوند و برای کلامت سپاس گذارم برای پاک شدن از گناهانم شرارت هم من خودم دارم میگم بهتون ایزان من واقعا هیچی ندارم جز این که بگم همیشه خداوند شرمندت همش میگم هر روز چندین بار که من و خداوند از شرارت ها گناهانم غرورم هنوز داری پاک میکنی و داری ادامه میدی پدر اون حسادت ها اون خودخواهی ها اون غرور ها اون خودپسندی ها همین طور به یادم میاره خداوند و بعد میگم نجات نجات دارم پیدا میکنم ولی جالبه که عیسی مسیح دو بار در شرایط مختلف گفت خوشا به بال اون که تا به آخر تا به آخر بردباری دارد او نجات پیدا میکنه عجیبه اول ما میگیم میایم پیش خداوند میگیم خداوند و ما خود رو خودمونو خودمون تسلیم میکنیم گناهان ما رو بخشیدیم ما نجات پیدا کردیم بله اما بعد که تو زندگی زمینی هستیم خدا میگه تا به آخر برد بار بمون صبر داشته باش برای اینکه این دنیا ایزان مثل اه اه همین بعضی تو چند نفر تو آبشار نیاگارا رفتین کم رفتین بقیه هم برید دیگه اون آبشاره وقتی میاد بری توش میبره دیگه نه ولی امیدواریم که ما در, در این آبشار که قرار میگیریم در آبشار دنیا و مسائل و اینها بگیم خداوند کمک هم کن تو قادر مطلقی تو این روزهایی که داریم دعا میکنیم از دیگه اخبار رو نگاه میکنیم تعجب میکنه آدم که کشورهای عظیمی مثل آمریکا داشتن گریه میکردن مردم برای طوفان هایی که داریم میشه عجز و ناله میگفتن ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چقدر انسان ها در اون در طوفان اول در هلین از بین رفتن بعد تو این میلتون از بین رفتن همه چیشون دارد این همه قدرت این همه میگم میتونیم میتونیم تمام دنیا عیزا میبینیم در مقابل طبیعت خدا چقدر عجز و ناتوان هستیم حالا چه در ایران یه جور در آمریکا یه جور در کشورهای مختلف دنیا در چین جاهای دیگه همینطور چقدر عجز و ناتوان شدیم چقدر ادعا داریم ولی عجیبه امروز میخوام یاد بگیرم از مشکلمون کجاست گرفتاریمون کجاست که این همه تو این گرفتاری ها حتی نمیتونیم در مقابل یه طوفانی که در طبیعت هست و باید هم باشه تمام این طوفان ها ایزان چیزهای بسیار خوبی است که نی... کره زمین نیاز داره آتشفشان ها کره زمین نیاز داره اما نمیتونیم جلوش وایسیم چون گرفتاریم در جالبه که در, در کتاب دوم موسا کتاب خروج خدا میاد یک سپاسگزاری رو یک جشنی رو به بشر یاد میده هنوز قوم خدا در اسارتن و اجازه میده خدا به اون نقطه عطف دیگه برسن این همیشه اینطوری پیش نمیاد ولی خدا میذاره اون دیگه اوج اوج اونجا نشون میده میگه دیدی اینو دیدی قوم چند میلیون نفری منو دیدین بزرگترین امپراتوری دنیا که فرعون باشه پشت سرشون از این ورم میبرمشون یه جایی که دعویستو کم اونق نباشه که بتونن راحت لدشون میبرم یه جایی پر اونق اونجا نیگرشون میدارم بعد میگم حالا میخوام جلال و قوت خودم رو به دنیا نشون بدم به این آدما نشون بدم ولی سوالی که شما همه تو فیلم‌ها فیلم ها دیدید شاید خوندید بعد سوالی که مطرح اینه که خب پچی شد خدا با اون عظمتش اومد مردم رو اینطوری نجات داد بعد چی شد چرا این همه گرفتاری ها امروز میرسیم بهش پس پیش از خروج خدا اومد یک و حتی قبل از اینکه خدا بیاد فرمان ها ده فرمانش رو به قومش بده قبل از اینکه بیاد کهانت رو به م... ب... یعنی بیان کسانی که بیان قوم خدا رو از نظر روحانی حمایت کنن هدایت کنن میاد یه کار عجیب انجام میده صحبت از ریختن خون بره میکنه چیز عجیبی نیست اون موقع من نمیدونم چه انسانها انسان ها فهمیدن اما از روی ترسشون گفتن باشه هر کاری ما بی... حالا نه تا در واقع بلا سر فرعونیا اومده آدمایی که ایمان نیاوردن اومده ظالم بودن اومده ولی رو دهمی ده قبل از که دهمی ده انجام بشه خدا میگه ببینید من یه کاری میخوام بکنم میخوام خون ریخته بشه خون بره اینا گفتم فقط موسا گفت بگو انجام بدید انجام بدید الان که من و شما خوندیم بعضی همون میدونیم که این خونه بررکیه از چه صفتی داره صحبت میکنه چه نمونهی داره صحبت میکنه از چه سمبولیست برای ما ما این رو میفهمیم ولی خیلی ها اون موقع نمیتونستم بفهمم همین الانش هم خیلی ها نمیتونن درک بکنن ولی خدا میگه بیا این خونه برره رو بریزی و بعد بیا دور دراتون و وقتی که فرشته مرگ میرد میشه اینا گفتن خب ما فقط انجام میدیم. نه ما میفهمیم و درک میکنیم ولی ترس داریم میدونیم در چه وضعیتی هستیم اینا شوخی بردار نیستن این اینا رو ما میشناسیم 430 سال اینا در بردگی بودن حالا بزرگ شده بودن زیاد شده بودن و مورد حسادت قوم و فرونیا قرار گرفته بودن ولی جالبه که خداوند به وسیله خون بره سمبل چی بره؟ بلند جالبه که دیگه الان ما در بعد از هزار سال به بعد دیگه نمیان خون بریزیم و خون حیوانات رو بریزیم میگیم یک بار کلام خداوند میگه یک بار برای همیشه و خداوند بس در اون زمان عزیزان ببینیم این چیزی که داره انجام میشه یه چیزی حدود میدونید 3000 رو بگیم حدود 3300 سال پیش که زمان موسی این عمل داره انجام میشه و خداوند میاد اینها رو با ابهت عزیزان از یه طرف دریای سرخ رو باز میکنن الان چقدر دانشمندها دارن سعی میکنن برن بعضی از سنگ ها رو پیدا بکنن عمق دریای سرخ رو میرن نگاه میکنن و خیلی کارهای دیگه میرن میکنن که بتونن سر در بیارن از کار عظیم خداوند ولی چیزی که مهمه اینه که وقتی که اومدن اونور چی شد دشمن دیگه تموم شد مرگ تموم شد گرسنگی تموم شد دشمنی تموم شد نه خدا من نشون روشون بده ببین من بزرگترین دشمنی که تو ذهنتون بود نیا کنید ما همیشه دیگرها رو نگاه میکنیم بزرگترین دشمن من جمهوری اسلامیه، امریکاست روسیه است بزرگترین دشمن من آتش فشانه بزرگترین دشمن من توفانه دیدید همش این همش میتونی نگاه میکنیم خدا گفت خب بزرگترین دشمنتون دریا سرخ بود بزرگترین دشمنتون فرعون بود با اون لشکرش بیارمتون اینور تا آورد اینور شروع شد میدونی خداوند چی رو نشون نشونشون بده؟ گفت بزرگترین دشمنتون خودتونید این تو خیلی چیزا داریم بگذره، ولی پنهانه درسته؟ پنهانه و خودمونم نمیدونیم از کجا به دست اومدی چرا؟ چه قدرتی داره این پنهانه این تو آدم میتونیم باش بکشیم آدم ها رو به جون هم بدازیم کشورها رو به جون هم بدازیم با همین درسته؟ میدونید؟ خیلی کار و با همین اینم میتونیم بزرگترین دشمنهامون و بدترین کسایی که تو ذهنمونن رو زانوها پیش عیسی مسیح خم کنیم هر دو قدرت رو داریم ولی این بوز یاد بگیریم عیزان با سپاسگذاری اگر گرفتید اون آیهی که من میخوام امروز شماها بنویسید یادداشت کنید و برفسید برفسید این آیاتو محال کسی عیزان این آیاتو بفهمه و خون بریزه محال کسی این آیات رو بفهمه و زانوش خم نشه محاله مگر نخواد بفهم مثل خیلی وقتا که ما نمیخوام میگه نمیخوام میخوام خودمو بزنم به کوچه علی چپ یادتونه کوچه علی چپ میزنم خودمو با اون راه و کار خودمو انجام میدم و میگم با فعلا که زنده ایم و هیچ مسئله ای نیست این مردم هم همینطور بوده عزیزان نمیدونستن که چقدر گرفتاری ها تو وجودشون هست چقدر عادت ها هست چقدر چیزها رو ما از ذهنمون گرفتیم دیدیم شنیدیم از پدر مادر از جامعه به دست آوردیم اینها اینها روحایی شدن که در ما رو دارن کنترل میکنن و خودمون هم نمیدونیم چه دشمنی اومده وارد ما شده دشمن ما عیزان دشمن بشریت داره میتازه واسه خودش از طریق ما ها ولی چون نمیبینیمش چون نمیشناسیمش به همدیگه دیگه میپریم میگیم این دشمن منه اون دشمن منه اون دشمن منه هر کی که با من نیست دشمن منه هی <applause> hey دائم همدیگه رو میزنیم رت و پار میکنیم اما ببینید اینجا سپاسگزاری یا فسح پس سپاسگزاری یا جشن فسح به معنی عبور هست از آن خداوند میگه این جشن رو که با, با یک خون علامتش هست این رو حتما 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 نگه دارید به عنوان یه جشن نه فقط الان که دارید رد میشید همیشه در نسل بعد از نسل بشه یه جشن چی؟ ابدی براتون ما آیا ایزان الان در زندگی اون چند نفر هستیم که نیاز به عبور از یک مشکل یه بحران داریم چند نفرمون نمیخواد بگیدا ولی ممکنه دوستمون باشه عظیم. الان تو همینجا که ما هستیم چندین نفرتون عزیزانی رو دارید ام اس سرطان دختر پسر جوون پدر مادر خیلی هستن میگن ای خدا و این بگذره از یا بعضی همون میگیم نه ما الان توی دوستامو گرفتارن الان تو لبنان گرفتارن تو اسرائیل گرفتارن، تو غزه گرفتارن تو ایران گرفتن تو اوکراین گرفتارن تو روسیه گرفتارن تو اریتره همین جمعه داشتیم صحبت میکردیم از این چقدر گریه میکرد به نام کشیش یوناتان میگفت دوستای من برادر دوستای من اینجا هم همشون الان تو جنگن اونا انسانن پس خیلی هستیم توی احتیاج به این عبور داریم به عبور از این در واقع ورته مرگ ورته سیاهی پس نسل بر نسل ایزان باید این جشن آیا نگه میداریم؟ فکر می‌کنید داریم انجام میدیم هر ساله یا نه؟ جشن فسر انجام میدیم یا نمیدیم؟ یادتون هست چه زمانی انجام میدیم؟ یادتون هست جمعه صلیب که عیسی مسیح به سر یک شنبهش که عیسی مسیح قیام کرد میایم هر ساله میگیم خدا شکره که خون مسیح ریخته شد از آن ما الان زنده هستیم ولی فقط اینو بعد بگی به خدا خدا برای من باز کن چطوری شدی تو خدای جس پوشیده اومدی در جسم عیسی برای من باز کن آدما خیلی حرف میزنن خیلی چیزا دارن میگن برای من باز کن اینقدر منو دوست داری که از با این عظمت اومده در جسم عیسی مسیح برای من و همه انسان ها فدا شدی با همه بدبختی که من دارم همه 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 گناهان شرارت های منو که اونها حتی پوشیده ها رو هیچکس کس نمیدونه همه رو به خودت گرفتی برای من باز کنه خداوند عیسی مسیح فقط اینو میگه نزد من بیاین نزد من بیاین من به شما آرامش میم. ای, ای کسایی که گرانبار هستی پر از بار نگرانی هستی خسته هستی نزد من بیا من به شما آرامش من کارم همین مثلا من, بیا یوق من هدایت منو بگیرید برای که من حلیم افتاده دل هستم مال من،, من اون یوغ من سنگین نیست براتون مذهب بذارم میگم عشق عشق خودمون به شما میدم میگم شما هم عشق بدید همین دنیا ایزان به یه چیزی نیاز داره گفتید محبت اگه دنیا اگه از همین الان که من و شما ها که اینجا هستیم اگه همین الان با همین همین تعدادی کم پر از محبت خدا بشیم این از محبت مسیح ها نه محبت های خودم درست میکنیم نه بعد بگم این برای من چیکار کرده اون چی اون چیکار کرده این نه محبت از محبت مسیح یه طرفه بی شرط اگه پر شدیم عزیزان نمیدونی چه قوقاهایی تو خانواده هامون فک ها و فامیل بعد تو ایران و ایران و هند و پاکستان و عراق و اسرائیل و آمریکا ایجاد میشه ولی هنوز این محبت رو درک نکردیم میگیم که کوش کجا, کجا، کجاست امروز بگیرید ایزان این محبت رو جالبه در اشعیا یک پیامبری که ایزان حالا گفتیم حالا حساب, حساب کنید حدود 3300 سال پیش موسی حدود تقریبا 1800 سال, نو سال, سال پیش داوود حالا یه پیامبری میاد به نام اشعیا حدود 700 خورده سال قبل از میلاد مسیح یه چیز عجیبی میگه خیلی عجیب میاد از روح خدا اینکه پر میشه میاد میگه که قرار ایزان الان اینو خوب دقت کنی نهالی از تنه یسا یسا کی بوده یسا اصلا مرده پدر داود بوده تموم شده ولی میگه یه نهالی قرار از تنه یسا پدر داود بیرون بیاد و یه شاخه از ریشه ها بیاد بشکفه میاد صحبت میکنه عزیزان یه چیز عجیبی میگه اگر شما فصل های قبلش رو خونده باشید میاد صحبت میکنه از اینکه یه باکره قرار بیاد و یه پسری بزاد و اون اسمش عجیب اسم به همه میگن اسمش ایمانوئل یعنی خدا با ما هست خدای سرمدی هست خدای شگف انگیز هست سلطنتش ابدی هست و بعد باب یازده که میرسه این پیامبر چیز عجیبی میگه, میگه میگه که این شخص که داری میاد یه چیز عجیبیه یک یک, یک, یک مثل نهال میمونه یعنی مثل من و شما که میایم بیرون ولی جالب از تنه یسا چیزی که الان مردم اون موقع میگفتن مگه میشه و بعد مثل یه شاخه از ریشه ها ریشه ها کدوم بودن ریشه هایی که خدا درست کرده بود و خودش اول بود و بعد شده بودن در واقع دوازده سفت اسرائیل بعد میگه روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت از این فرد که حالا داره میاد از ریشه های ازلی داره میاد روح حکمت داره فهم داره مشورت داره قدرت داره شناخت داره ترس از هیبت یهوه داره و جالب شادمانیش در ترس از حیبت یهوه است بعضتون میگین چجوری یعنی چرا چجوری من میتونم از هیبت عظیم خدا شادمان باشم اگه گفتی چطوری خدا من در هر شرایطی که هستم به من یاد بده هیبت تو رو درک کنم که تو با من هستی نه مرگ نه آینده نه پستی نه بلندی هیچ کسی نمیتونه محبت مرا و محبت تو رو از من چکار کنه جدا سازد من این حیبت رو میخوام خداوند دائم داشته باشم و بعد جالبه که صحبت زیر میکنه که این شخص که داره میاد به اساس اون که با چشم خودش میبینه داوری نمیکنه به اساس اون که با گوشاش میشنوه تصمیم نمیگیره پس بر اساس چی میگیره؟ روح خدا، روح القدس یعنی میخواد چیزی رو که به ما بگه اینه که عیزا ما معمولا با, با چشمون میبینیم قضاوت میکنیم با اون چی که میشنویم قضاوت میکنیم داوری میکنیم اما خدا اینطوری نیست و این حالا یک یه جنسیت عجیبی داره قرار هم مثل ما باشه یه طرفی خدا هم باشه یه، یک ترکیب عجیبی داره صحبت میکنه و بعد میگه که صحبت از این او بینوایان رو با, با ادالت داوری خواهد کرد و به انصاف با, با،, با، یعنی از خصوصیت این خدا که در جسم قرار بیاد یک ادالت یک انصاف و بعد میگه که یه سری شریرام که اصلا نمیخوان همش, همش میگن نه ما ما نمیخوایم محبت کنیم ما فقط میخوام آدم ها رو تیکه تیکه کنیم ظلم کنیم اونها رو میگه من به نفع با یک نفع خودمون ها رو نگران نباشید اونا میرن که همیشه هم خدا اگه خواسته این کارو بکنه این کاری کرده انجام داده نگران داوری خدا نباشید و بعد میگه باز دوباره عدالت کبربندش هست و وفاداری شال کمرو صحبت از یک سری خصوصیاتی میکنه از این شخصیت خیلی مهمه دنبال چه شخصیتی هستیم از اون تو زندگیمون دنبال چه پادشاهی هستیم دنبال چه خدایی هستیم همش به بند شما بستگی داره اگه دنبال وفاداری و عدالت و انصاف هستیم شادمانی هستیم این خدا خودش رو در اینجا مشخص میکنه و اشعیا درش مشخصه اونی که داره میاد حالا 750 سال حدودا قبل از میلاد مسیحه که داره اینا رو صحبت میکنه در ضمن بهتون بگم عزیزان این اشعیا کسی بوده که میاد هنوز کوروش ما ب... نیومده بوده پادشاه کوروش فقط بخوام برای شما عزیزانی که فارس زبان ایرانی هستن بگم ایشون میاد نه خودش از قدرت خدا میاد در مورد یک کوروش صحبت میکنه که میگه این میاد همین بابلیای عظیم رو که شما الان دربیه هیچ کی جرعت نمیکنه جلوشون بره به قدرت خدا به زانو میاره بخونی های زانو. اینا چیزهاییست که از ما پنهان کردن این حقیقت حقیقت از از ما پنهان بشه اگه گفتین چی میشیم اگه حقیقت از ما پنهان بشه اسیر میشیم و بعد حلاک میشیم اگر معرفت از ما چی بشه پنه. و کار از همیشه شریرم همین بوده یه کاری بکنم اینا نفهمن برن تو خرافه ها برن تو دیدن همدیگه فقط دلشون با یه سری فلاسفه و یه سری چیزهای زمینی سرگرم بشه تا دونه دونه بیان نصب به نصب بیان و بعد هم از بین برن حالا در اینجا صحبت از این میکنه که بعدش میگه وقتی که این شخص اومد نگاه کنی عیزان خیلی عجیب میگه به یه جایی میرسونه که گرگ با بره سکونت خواهد کرد پلنگ با بزغاله اصلا خنده داره ولی الان تو این نس الان داریم میبینیم چه عزیزانی هستن که عزیزان تو خونه‌هاشون، تو مزرعه‌هاشون هاشون الان شیر رو گذاشتن کنار گربه یا میدونم خیرس رو گذاشتن یا تمساه رو وردن یا اسب آبی رو وردن در کنار مرغابی دیدید اینا رو یا ندیدید تو یوتیوب اگر, اگر ندیدید ببینید انسان ها همین انسان های معمولی دارن نش نشون میدن که عزیزان میدونید چی اینا با چی این کارو میکنن فقط از کوچیکی به اینا محبت انجام میدن اینا رو در کنار هم از کوچیکی کنار هم قرار میدن بهشون غذا آب و نون میدن با محبت اینا رو چیکار میکنن در کنار هم رشد میدن دیگه اون شیره اون خرسه اون پلنگه چنگ نمیزنه از کوچیکی یاد میگیره چیه محبت کجاست میدونی پس که گرفتاری ما کجاست از گرفتید از کوچیکی نیاز داریم ایزان به محبت خدا سرشار شیم دیگه چنگ نمیزنیم به هم به خاطر حسادت به خاطر کشور به خاطر قوم به خاطر مذهب به خاطر هر چیزی دیگه چنگ بزنیم نیروهای فکریمون و قوتهامون همش بریم برای جنگ و, و چیزهای دیگه و اگر بقیهش خودتون بخونی ببینید اصلا گاو و خرس با هم خواهم بود میگی مگه میشه بعد مگه میشه این خرسه بیاد علف بخوره الان تو همین قرن 21 دارن مردم این کار رو میکنن ولی برای اونایی که اینا رو انجام دادن میدونن الان مثلا یه عزیزی هست که توی خونهشون مثلا الان یه سگ دارن با جوجه معمولا اگر معمولا اگر تو بیابونا باشه الان یه خب اینا باید تیکه تیکه کنن هم دیگه سگ سری بره بی جوجه رو در بق... بق... چیکار کنه بقاپه ولی داره سگه جوجه بغل بق... جوجه اینطوری میکنه جوجه هم میاد زیر پای اون میره از زیر پاش رد میشه میدونی چیه اسش اسمش چیه عشق و محبت عشق و محبت که بیاد امنیت میاد عشق و محبت که میاد اعتماد میاد عشق خدا مسیح که میاد انسان از هم سوء استفاده نمی کنن. و جالبه که عیزان به حال میگه به یه جایی میرسی که خدا میگه اینها این, این آدمای عجیب غیبت مثال بزنه، خدا میگه خیلی که مثل خرس و شیر و تمساح و نمیدونم وحشی هستن با کلام من اگه بهشون برسه و من و شما هستیم که اول به خودمون باید قبول کنیم ایمان بیه بعد بهشون برسونیم اونها میگه زمین و کل کره زمین میگه چه انسان ها الان جنگ بکنن توته بکنن بیوفا باشن خیانت بکنن آخرش معرفت و شناخت یهوه خداوند عیسی مسیح تمام همونطور که دریاها آب آبها دریاها رو میپوشونن شناخت من معرفتی که من دارم همه دنیا رو میپوشونه حالا ما میتونیم بگیم میتونیم بگیم من میخوام بخشی از این معرفت باشم میتونیم باشیم یا یعنی اینکه بگیم نه من نمیخوام بازم بستگی به خودمون داره همیشه همینطور بوده و جالبه که اینجا رو میخوام بهتون بگم اینجا رو یادداشت کنید خواهشان اش اشعیا باب 11 ده 11 لطف بکنید اگر خود دارین دعا کنید اگر تو قلبتون اومد به هر رهبری تو ایران، به هر رهبری تو آمریکا، تو کانادا، تو روسیه، به اسرائیل، هر جا خواستید، بخوذ دو طرفه گفتم. اونایی که اهل به خونریزیان همش میگن بک بکشیم، بکشیم. فقط با کشتن با خونریزی. همه رو بعد تیکه تیکه کرد. ببین چند هزار سال اجزام مردم داره همدیگه رو تیکه تیکه میکنه. هی میگن ما الان دیگه قرن 21 اونکریستی دریم، داریم، تو فضا دیگه سفینه فرستادیم، تو مارس نمیدونم مریخ و فلان و فلان دیگه الان دیگه درست شدیم بعد میبینیم بدتر شدیم میدونین چرا هم یلا خوندیم برای اینکه ما شناخت نداریم از خداوند و اینجاست که در اون روز روزی خواهد رسید ایزان که خداوند میگه که ریشه همون یسا که همون پدر داوود باشه مثل یه پرچم مثل یه نشون اگه گفت نشون عیسی مسیح چیه سلیب خالیش میگه ببین همیشه نگاه کنید من برای شما رو این سلیب ای عزیز من فرزندم ای تاج سر من من خودم درست کردم برات فدا شدم ولی نگاه کن سلیب خالیه قبر خالیه پیروز باش شادمان باش میدونید و با این قدرت برو جلو به مردم صحبت بکن به مردم اینو بگو چه الان اینجا هستم روی این کره زمین تو این جسم هستم چه نباشم همونطور که سرورم سرورم به وسیله قدرت خدا از مرگ روز سوم برخواست من نیست این ایمان داری؟ بعد روش کار کنیم نه میتونی الان بگیم نه ولی بگیم خداوند اینها در من این ایمان رو در من تقویت کن پس اینجا رو خب یه بار دیگه من میخونم در اون روز خواهد بود که ریشه یسا یعنی پدر داوود مثل یه پرچم و نشانی برای تمامی مردمان برپا خواهد شد خیلی از کشورها فهمیدن بعضی هم سو استفاده کردن از نام مسیح از کلیساها ها خیلی کارهای زشت کردن اما خدا از همه اینا رو میدونه و میدونست و گفت پیامبران قلابی میان ایمانداران قلابی میان پیامبران معلم شما جزو به اونا نباشید اینا هستش اینا هست یه سری میان سو استفاده میکنن فقط مسائل منفعتش رو دنبالش هستن و اینا به اسم من و قلابی خیلی زیاد ولی میگه که و ملت ها او رو خواهند جست عیزان به یه جایی میرسه عیزان مردم فقط میفهمم فقط و فقط تنها کسی که میتونه بشریت رو نجات بده سازان و ملل نیست هیچ مذهبی نیست یک نام هست زیر آسمان به بشری داده شده که هر که اون نام را بخواند نجات خواهد و اون نام و ملت ها او را خواهند جست و جایی که او هست میگه با هست جایی که او هست آرامش هست و با الان اینجا من نمیدونم چقدر شما احساس آرامش میکنید در نام مسیح که این آرامش ابدی رو بگیرید و این آرامش رو تو خانواده هاتون زندگی هاتون کشور ایران و هر جایی که هستید ببرید میگه و در اون روز واقع خواهد گشت که یهوه بار دوم بار دوم نگاه کنید دست خود را خواهد گشتاد تا باقی مردم خیش را که از آشور اگه گفتین کجاست؟ حدوداً طرف های سوریه و مصر بخشی باز دوباره از مصر از دوباره هبش اتیوپی ایلام ای کاش شما فریاد میزنی خداوند شکرت که نام ایلام برای, برای, نجات در کتاب تو اومده ایزان کاش که الان به تمام قوت میده یاد داشت میکن. ای خدا و مرسی از من پس من نمیدونم چقدر تو ای ایلام یا ایران هستن که قرار نجات پیدا بکنن من نمیدونم اما ما میتونیم تعداد اینها رو ببریم بالا از, فامیلامون بستگانمون آشناهامون میتونیم یا نمیتونیم میتونیم, میتونیم؟, میتونیم. اگه دوستشون داریم اگه بیخیال باشیم بگیم فعلا من خیلی کار دارم تو کانادا و با مسائل خیلی گرفتاری دارم اونا هم شاید از بین برن گرفتار اون مردم ولی اگر بگم نه خدا من اونها رو خیلی دوست دارم تو تو اسمشون رو بردی اینجا اون زمانی که اشعیا داره مینویسه ایزان از ایلام داره صحبت میکنه ایرانی که امپراتوری هخامنشی بوده نبوده 700 خورده ای سال قبل از میلاد مسیح بوده تازه حدود 200 سال بعدش کورش میاد ببینید چی داره میگه داره چه صحبتی میکنه بعد میگه خدا قراره که تمام این باغمونده ها رو از تمام این کشورها از سواحل دریا همه رو اینها رو نجات بده بار دوم پس خداوند منتظر دست گشاده تو برای نجات بر ایران و ایرانیان هستیم دعا میکنیم خداوند نزد با ناامیدی نگاه کنیم تو دست تو دریای سخ باز کردی تو خداوند لشگری های شریر رو تو اون زیر آب بردی و تو قادر هستی مردم کشور خود هر از هر کشوری هست از استانی که هستید از هر جا که هستید بگی خداوند دا. من دارم میبینم اینجا حضا خدا میگه میگه همه چی از من خواهد رفت حتی زمین و آسمان ها اما کلامی که من گفتم تا به انجام نرسه از بین نخواهد محاله کلامی که من گفتم من با همین کلام دنیا رو درست کردم شما رو آفریدم و با همین کلام اجزان اگر ایمان داشته باشیم خداوند بیشترین تعداد نفرات رو از ایران به وسیله من و شما نجات خواهد داد. و بعدش دیگه اون موقع است که اشعیا میگه وقتی اینا رو میشنوه در نبوت میکنه، صحبت میکنه، اون موقع خدا بهش میگه ببین اشعیا فکر نکن حالا اینا رو داری میگه همه مردم برای دست میزنن، میبرن تو کاخا، میبرن بهت گل میدن. خیلی ها میزننت، فوشت میدن. چون بعضیا نمیفهمن. متوجه فکر میکنم به ضررشونه اگه دنیا پر از شادی بشه خرمی بشه مردم پر از محبت بشن یکی به من میگفتش که اگر این مردم خلاف نکنن کار ما بدبخت چی میشه که به عنوان وکیل و دادستان گفتم وای تو درس خوندی؟ رب به او یکی زد کوک بریم 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 این فهمید خیلی ها از روی اینجاشون اینطوری فکر میکنه ای کاش این مردم بیشتر مریض بشن دعوا کنن جنگ کنن که ما بتونیم یه منفعتی داشته باشیم میشه انسانی که درس خونده بگه من درس خوندم بعد این تفکرش باشه اینا اینا به جون هم زن و شوهر رو خود بیفتیم به جون هم دیگه یا خود بزنین هم دیگه رو تا رو خدا بزنین هم دیگه رو دلت تو پار بکنید که ما یه خود یه خود یه چیزی گیرمون بیاد دیگه درسته بعد, بعد که از آن فهمید زدن به پای هم گفتن این اوضاعش خراب بزنیم بریم چیزایی رو که داریم میگه عزیزان دعا کنید دعا کنید برای اونایی که میگن ما اندیشمندیم میگن ما درسونده هستیم اما این روحی که تو اونجاست نمیدونن چه چیزی داره اونا رو کنترل میکنه باز هم بهتون میگم عزیزان دشمن ما این انسان ها نیستن اون روحایی است که ما ما رو تصرف کردن در احاطه قرار دادن اون روها هستن که اون روح ها هستن که ما رو به سمتی که دلشون میخواد میبرن و باعث این میشیم که خیلی چیزهای وحشتناک رو ببینیم اونجاست که ایزان خدا به اشعیا میگه ببین تو در اون روز که وقتی اینها رو میبینی که مردم نجات پیدا کردن این در واقع نهال اومده این شاخه اومده و همه در کنار هم در صلح و صفا هستن در اون روز خواهی گفت ای یهوه ای خداوند تو را سپاس خواهم گفت آیا حاضریم اینو بگیم از الان هنوز که ایران آزاد نشده اسرائیل آزاد نشده آمریکا آزاد نشده کانادا آزاد نشده دنیا تو جنگه میتونیم اینو بگیم با هم آماده هستیم با هم با قدرت ها. اگه ایمان داری بعد با قدرت بگی بگی خدا من, من با ایمان میگم که ایران آزاد بشه هند آزاد بشه پاکستان آزاد بشه عراق آزاد بشه چند، آقا چند نفر از شما هستین که میگید فقط با خونریزی ریزی فقط باید تیکه تیکه کرد این کله ها رو کند تا همه آدم بشن اگر این نیستید اینطوری بگید ای, ای یهوه تو را سپاس خواهم گفت, سپاس خواهم گفت با اینکه تو بر من به سبب شرارت هایم خشمناک بودی اما خشم تو برگردانیده شد تا مرا آرامش بخشی بنگرید حالا میگه بنگرید به خدا که نجات جان من است به او اعتماد خواهم نبود و ترسان نیستم زیرا یاه یعنی یهوه خداوند قدرت و سرود من است و او نجات من گردیده است حالا نگاه کنید وقتی اینو میگه میگه نه که اینطوری باشین اینطوری مثل من بعض وقت دیدی میگین اینطوری خوب نیست میگه شماها با شادمانی نگاه کنید شماها با حالا یه خود دبا این یه خود بخندین مثل من یه ذره شماها با شادمانی از چشمه های نجات آب زندگی ابدی خواهید کشید بگید شماها با شادمانی از چشمه های نجات آب زندگی ابدی خواهید کشید و در آن روز خواهید گفت حالا اینجا رو با هم سپاس بر یهوه آه؟ حالا چیکارش به هر چیکار باید, چی باید بکنید فقط همینجا بشینیم نه صداش کنید هر موقع میگه صداش بزنید و او رو به یاد بیارید و اعلام بکنید عزیزان بنویسید امروز رفتم به کلیسا جشن گرفته بودن قرار من و تو و تمام دنیا اونایی که ایمان میارن به محبت مسیح نجات پیدا کنن اعلام بکنید عزیزان خدا میخواد این خدا مال همه ملت هاست مرز نداره نمیگه اون سفید سیاهه اون که مال اون کشور این مال اون نجاده میگه همه رو برید اعلام بکنید، به یاد بیارید نام اون بلند مرتبه است برای یهوه بسرایید که بود چقدر بچه ها قشن سراییدن برای اینکه اعمال عظیم نموده تموم شده ایزان نجات انجام شده فقط خدا میگه میخوام بهتون نشون بدم کدومتون دوست داری سزاوارش هستید بیاید بگیرید کار خدا انجام شده ایزان کار خدا از ازل اب 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 الان انجام شده مثل نورهایی که الان دارم میبینن توسط این چیزهایی که فرستادن روز آسمان نورهایی که میلیونها میلیون میلیون سال پیش انجام تازه داره به بشریت میرسه اینقدر عظیمه حالا میگه اجازه دهید در تمامی زمین این نام این محبت شناخته بشه چی جوری انجام میشه توسط من و شما و اینجاست که بگیم خداوند و شگذاریم که این تنه خوش بود به نظر نمی رسید یه تنه درختی ببینیم چجوری میشه از این تنه خشک بتونه این نهال بیاد بیرون و بتونه از ریشه ها شاخه بزنه این کار کار فقط خداونده عیزان. و میخواد به من و شماها بگه که من قادر مطلق هستم همونطور که در جسم در عیسی مسیح اومدم در شماها نیز خواهم ساکن خواهم شد فقط شما بخواهید با تمام قلبتون بخواهید عزیزان بخواهید یه خبر خوبم بهتون بگم و, 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 به من بگید که کاملش کن فقط کوچولو بهتون بگم که با تمام گرفتاریها و مسائلی که بود امروز دیدم کشیش دل مارتین اونجا داشت بالا پایین پرید علتش هم این بود که به من اومد گفتش که تو میدونی تمام پروازهایی که شرکت امارات هواپیمایی امارات داره به سمت ایران و اسرائیل و لبنان همش قطع شده گفتم آره ولی منم یه خبر در نام یهوه با همدیگه دعا کردیم گفت بگو بچه چی دعا کردی؟ من دارم میگم تمام کنسل شد گفتم میدونم اما منم یه خبر برات دارم گفت بگو ببینم چیه هفته آینده اگر اینجا اومدی تشریف وردید من براتون میگم برای اینکه چیزی که اتفاق افتاد فقط در حیبت خدا برای ایران و اون منطقه اتفاق افتاد عزیزان بیستیم مردم ما در ناگاهی مردم دنیا در عدم معرفت دارن میسوزن همه به اسارت افتادن دارن هم دیگر تیکه تیکه میکنن فقط این که عزیزا اینجا فقط باید بگیم خداوند این معرفت رو به من بده وقتی که معرفت خدا عشق مسیح اومد تو قلبتون به جای پیامبر بازی هی بگیم پیامبر پیامبر بازی میگین خداوند تو قادر مطلقی تو برای بشریت عشق میخوای صفا میخوای برابری و برادری میخوای بنابراین عزیزا میخوایم دعا بکنیم و بازم شکرگزاریمون رو ادامه بدیم با یک دعا برای کسانی که الان حتی قادر نیستند بیان کنار ما قرار بگیرن اما امروز فقط میخوام شوگذاری بکنم برای اینکه دیدم چجوری بچه های خدا اومدن کارها رو انجام دادن قبل از اینکه ماها بیایم اینجا یه سری کارها انجام دادن الان وسط کلیسا رفتن یه سری کارها انجام دادن و بعد انجام خواهند داد شکر به وجودتون خدا بهتون برکت سلامتی قوت به همه همه حال همه جا و شکر به اینکه وفادارانه ایستادی دوباره یادتون در عیسی مسیح گفت خوشا بال اونی که تا به آخر وفادارانه بردباری میکند و سب میکند او نجات خواهد یافت خودمون رو گول نزنیم ایزان خدایی که ما داریم خدای عشق محبته خدایی که میخواد در کنار هم بیسیم دست هم دیگر من ضعیف میشم دست منو بگیرید هفته پیش با یه عزیز صحبت میکردم دلش خالی کرد عشق کردن اش کردم اینجا الان، خدا شکر می‌کنم، بیا بیاد رو خالی کنین حرف بزنین به نظر می رسیم وقتی نیم حرف بزنیم اون بین ماها عیزا وقتی حرف نزنیم صحبت نکنیم یکی همیشه آماده هست اون روحای شریرن میان تیک تیکمون میکنن تو توی ذهنامون انواع احسام خیالها خیال بافیا درست میکنن هم ماها رو دوباره به جون هم میندازن صحبت کنیم حرف بزنیم حتی سخت ترین چیزایی که هست تو همین هفته پیش شنبه که ما مطالعه کتاب مقدس داشتیم اینجا الان هستن چقدر سوال هایی کردم گفتم سوالم اینه او من من خب دلم اینه من میگم این من این دوست دارم میخوام بفهمم این پیامبر بوده نه این بعد این یکی بعدش اومده این این کی بوده این کی بوده اومده این, بوده؟ این که همش زد و کشت و همه رو قتل و غارت کرد چی بوده پس این کیه اون چیه اینا همه چیزاییه که از ما باید اینجا معرفت بده کرد که معرفت بده کردیم ایزان آزاد میشیم آزاد میشیم دنبال این نیستیم که تیکی تیکه کنیم همدیگه رو. دنبال این هستیم که جیجیت بتونیم به همدیگه دیگه عشق بورزیم محبت کنیم شکر به وجودتون اگر دوست دارید الان یه تجربه جدیدی رو انجام بدید و بگی خدا من من میخوام بخشی از این دعا باشم بخشی از این رسوندن پیام به عزیزانم باشم به مادرم به پدرم به حزب لاترین آدم به خونخوارترین آدم به یهودی ترین آدم به نمیدونم مذهبی ترین آدم به کمونیست ترین آدم به هر کسی که میخواد به اصلا یه نفر که هیچی رو این قبول نداره اگه میخواید باشید خدا میتونه قلبتون رو لمس بکنه و شما رو فرستاده خودش بکنه اگه بخواید درسته اگه بخواید خداوند قادر مت اگه دوست دارید بیایید با من همدل شید اینجا